امروز در فیسبوک نظریات شما را خواستیم در رابطه با وضعیت سینما و تولید فیلم در افغانستان و همچنان ای که شما نظریات مختلفی داشتین تا حالی که ما نظریات شما را خواندیم و شریک ساختیم با مخاطبینمان. و در بخش پرده نقره‌ای آقای مجتبی صبار مهمان ما هستن، هنرپیشه سینما و کارگردان، و خواستیم که در رابطه با وضعیت سینما و همچنان بازسازی هایی که صورت گرفته در طول سالهای گذشته در سینما با آقای صبار صحبت داشته باشیم. سلام، صبح بخیر، خوش آمده. سلام، صبح شما هم بخیر، صبح بیننده های خوب بامداد خوش هم بخیر. بسیار خوش آمده جناب صبار صاحب. بین از علت صحبت بکنیم که علت نبود تولید فیلم در افغانستان به نظر شما، چون خودتان یک کارگردان هستین، سینماگر هستین، چی بوده میتونه؟ یک موضوع مشخص است که وقت سینمای موجود نباشه در افغانستان دیگه یکی از علتهای بزرگ شمیست که ما ساختمانهای سینما رو نداریم در افغانستان متاسفانه، و نبود مدیریت سالم در بخش سینما. متاسفانه که در این چند سال ما بیشتر تولید کننده ها را میگماریم به ریاست یا به مدیریت که در رأس مدیریت فیلم در افغانستان، که این به یک مدیریت سینمایی نیازمند است. سینمای افغانستان نه ای که یک تولید کننده را ما ببریم در رأس یک اداره که او به مدیریت نیاز دارد دوشه بگماریم. یکی از علتهایش نبود مدیریت سالم بوده، و یکی هم نبود نبود سینما ها در کشور. خب آقای صبار، از کمیته رشد و فرهنگ هنر بگوین که این کمیته تا حال چه کارهایی را تانسته انجام بده؟ کمیته رشد فرهنگ هنر که در از طرف ریاست اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان به پیش برده میشه، در رأسش خود جناب دکتر صبر عبدالله قرار داره، روی پالیسی فرهنگی کار میکنه و همچنان روی رشد فرهنگ هنر در افغانستان و روی میراث های فرهنگی، بخصوص میراث های ملموس و ناملموس. بله آقای صبار، شما چیزی از کسانی هستین که بیشتر روی سینمای نظامی در کشور کار میکنین، بین دیدگاه نظرتان در این رابطه هم داشته باشیم که چی بوده بهتره؟ تمام کشورهای توسعه یافته که ما میبینیم با نظامی های خود یک تیم سینمایی دارن، که متاسفانه در افغانستان این تیم موجود نیست. امیدوار هستم در آینده های نزدیک یا آینده های دور ما تیم های نظامی را داشته باشیم در بخش امنیت ملی ما، در بخش وزارت دفاع، در بخش وزارت داخله، که این تیم ها مشخصا با همی ارگان های امنیتی فعالیت کنند و امو اهداف کلی وزارتخانه ها را یا اهداف کلی نیروهای امنیتی ما را به تصویر بکشند. اینقدر که نظامی های ما کار میکنن، فعالیت میکنن، ما شما شبانه روزی میبینیم که چقدر زحمت میکشن، به هوای سرد سرسرک استاد هستن یا در نبرد با دشمن هستن، اما اینها بازتاب داده نمیشه. بیاییم یک تیم های را شکل بدیم که ما بتانیم امو کار و فعالیت های خود نظامی های ما را بتانیم تصویر کنیم. خب با توجه به نظریاتی که ما از مخاطبینمان امروز گرفتیم، یک تعدادی از مخاطبینمان به این باور بودن که کسانی که نوجوانانی که به سینما رو میارن در افغانستان آماتور وارد این حرفه میشن و همینطور آماتور هم باقی میمونن، هرچند در تمام دنیا یعنی یک روند عادی است که خیلی افراد اتفاقی وارد سینما میشن و بعدا تحصیلات خود ادامه میتن در این رشته. شما بگوین که وزارت تحصیلات عالی در این زمینه چقدر کار کرده و به نظر شما آیا تانسته بر یک جوانی که در سینما کار میکنه وزارت تحصیلات عالی زمینه مشخصی را مساعد کرده باشه؟ ما هرچند یک فاکولته یا دانشکده یا مو پهنزه را به نام هنرهای زیبا داریم، در وجه تا لسانس یا دور مو تحصیلات عالی خود تا دور لسانس در بخش سینما پیش میبرند، که متاسفانه ما در بخش سینما تا هنوز صنفهای ماستری را نداریم، که یک بخش از ماستری آغاز شده در وجه که او هم در بخش هنرهای تجسمی میباشه، که
امیدوار هستم تحصیلات عالی در این زمینه متوجه شوند و خود یایی که بتانیم بورسیه های ایجاد کنیم به کشورهای بیرونی بریم، یایی که زمینه ماستری یا بالاتر از لسانس در بخش سینما در خود دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه کابل داشته باشیم، که وزارت تحصیلات عالی تا امروزه بسیار به ندرت ما دیدیم که جوانای در بخش سینما او هم به بیرون از کشور رفتن و بسیار کم، اما ای اگر کار شود بالاش خیلی خوب است. بله، چند لحظه پیش هم کارای ما چند تصویر نشر کردن که نشست با سینمارگاه افغانستان جناب دکتر صاحب عبدالله عبدالله داشت، رئیس اجرای حکومت وحدت ملی افغانستان. در این نشست چه گپ‌های رد و بدل شد بین سینماگران و آقای عبدالله عبدالله در رابطه با بازسازی سینما عرفی بود در این جهانه؟ اصلا کمیته رشد فرهنگ هنر هدف کلیش همیست که هنر افغانستان رشد بده، بخصوص سینما یکی از بخش هاییست که ما میخواییم او را بیشتر رشد بدهیم. قرار است سینما در تمام ولایت افغانستان بازسازی شود، سینمایی که موجود بوده حفظ شوند و دوباره بازسازی شوند و ولایاتی که سینما ندارن، برای ولایاتی که سینما ندارن اونا میتونه که دوباره سینما در اونجا ساخته شود و توجه تمام کمیته رشد فرهنگ هنر و بخصوص جناب دکتر صاحب عبدالله عبدالله همیست که این کمیته رشد کنه و از هنر افغانستان همیشه حامیش بوده جناب دکتر صاحب و بتانیم یک بعد آف ما برسیم. تا حال آقای سبار کار کرده ای کمیته چگونه بود؟ قناعت بخش بود برای رؤسای کمیته رشد و فرهنگ؟ خوشبختانه که ما کابل ننداره را بازسازی شروع کردیم، همچنان تئاتر هرات بازسازی شروع کردیم که به بهره برداری سپرده شده و همچنان روی کارهایی که ما کار کردیم قرار است که پالیسی فرهنگی به زودی ها جور شود، که متاسفانه در این 17 سال ما پالیسی فرهنگی نداشتیم. این را وعده کرده وزارت اطلاعات فرهنگ که بدوش گرفتن. این هم یکی از کارهای کمیته رشد فرهنگ هنر بوده و قرار است که به زودی کار روی سینماهای کشور شروع شود که بتانیم ساختمان های سینمای ما را دوباره با یکی دو سه موارد اشاره کردین، فکر میکنین دیگه چه نیاز است برای هنر سینما در افغانستان در حال حاضر؟ یکی خو ساختمان سینما هاست که باید داشته باشیمش، دومی که کادر سازی کنیم در بخش سینما، بورسیه های اختصاصی داشته باشیم. متاسفانه که ما تنها در بخش تولید فیلم یا مرحله تولید، مرحله پیش از تولید، تولید یا مرحله بعد از تولید، تنها در افغانستان ما فیلم نام نویسی میخوانیم، بخش کارگردانی میخوانیم، بازیگری میخوانیم، اما بخش های دیگه هم هست که نیاز است. مثلا در بخش نور ما افرادی که حرفه‌ای باشند این بخش نداریم، در بخش مثلا صداگذاری، صدابرداری افراد حرفه‌ای نداریم، در بخش مرحله پست پرودکشن ما که میشه بگویم که بخش جلوه های ویژه است، بخش کالر کلکشن است، یا ای که بخش ایدیتینگ است، تدوین است. این بخش ها بخش های بسیار عمده و اساسی در بخش سینماست که ما باید کادر سازی کنیم، افراد اشخاص داشته باشیم. بیشتر از فیلم ها اگر متوجه باشین موسیقی متنشان کپی شده است، موسیقی متن فیلم نداره. این یکی از بخش های عمده در بخش سینماست که ما بتانیم موسیقی پس زمینه فیلم و موسیقی متن فیلم افراد حرفه‌ای داشته باشیم و بتانیم در این بخش هم کادر سازی کنیم و افراد رو داشته باشیم. ما دیگه کپی فیلم های بیرونی رو در بک‌گراند فیلم ما نداشته باشیم، ما باید موسیقی خود ما رو داشته باشیم، موسیقی اصیل افغانستان رو بتانیم زنده بسازیم. همیشه تنها موسیقی در آهنگ و در بحث آوازخوانی مطرح نیست، موسیقی سینما اما صدا و تصویر است که متاسفانه یک بخش کاملا در افغانستان فراموش شده. بله، که ما بتانیم روی ازی کار کنیم. یک کنیم دقیقه وقت داره، در یک کنیم دقیقه از همکاری دولت میخواییم صحبت بکنیم که به نظر شما چقدر عدمی و کارساز است؟ آیا در
17 سال کارهای هم صورت گرفته در عرصه سینما در افغانستان؟ یک کارهای صورت گرفته که زیاد چشمگیر نبوده، اما خوشبختانه که حداقل بستر سازی شده، زمینه سازی شده، حالا ما میتونیم صحبت کنیم، حالا ما میتونیم که برنامه های ما را بسیار به سادگی به پیش ببریم. حداقل یک بستر سازی شده تا اینکه ما بتونیم کارهای ما را دوباره، عالم ناوقت نیست، هرگاهی که شروع کنیم امو زمان فکر میکنم بهترین وقت بر از اموست که ما میتونیم که شروع کنیم کارهای ما را به زودی نتیجه بگیریم. و... خیلی تشکر، زنده باشه. اگر حرف پایانی هم مانده باشه، گفتنی مانده باشه جناب سوار صاحب؟ بیشتر گفتنی ندارم، فقط همه قدر میخوایم که آمد آمد انتخابات است، فقط یک پیام کوتاه به دوستان و به تمام مردم افغانستان دارم که به یکدیگه ما احترام بگذاریم، حرفایی بگوییم که حداقل باز هر تیمی اگر برنده میشه با چشم یکدیگه دیده بتانیم، یک گونه نشه که ما بیاییم یک صحبتهایی داشته باشیم باز بعد یکدیگه ما رو نتانیم ببینیم. خیلی سپاسگزار هستیم. سلامت باشیم. خوش آمدین و ما وقفه میگیریم و پس از وقفه هم دوباره برمیگردیم.